به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام. به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. امیدواریم تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. عطا محمد نور شماره از اشتراک کنندگان جرگه مشورتی صلح از من اجازه گرفتند. رئیس اجرایه حزب جمعیت اسلامی افغانستان می گوید که شماره از اشتراک کنندگان در جرگه مشورتی صلح از من اجازه گرفتند و همچنان گفته است که در این جرگه نفوذ دارد. با گزارش سپوتنیک، عطا محمد نور رئیس اجرایه حزب جمعیت اسلامی افغانستان در یک گفتگوی ویژه با آریانا نیوز می گوید که در جرگه مشورتی صلح نفوذ دارد و حکومت نمیتواند این جرگه را برخلاف میل مردم به پیش ببرد. آقای نور یکی از تحریم کنندگان جرگه مشورتی صلح است و این جرگه را شیوه از کارزارهای انتخاباتی رئیس جمهور غنی میداند. در امین حال آقای نور با پایان دوره کاری رئیس جمهور غنی در اول ماه جوزای سال روان تاکید ورزیده میگوید که برای ادامه نظام با بزرگان سیاسی مشورت میکند. آقای نور می افزاید قانون اساسی گفته است که اول جوزای سال پنجم کار رئیس جمهور غنی پایان می یابد. اینها که رئیس جمهور انتخابی هم نیستند، ما برای ادامه نظام با بزرگان مشورت می کنیم. از سوی هم پرسش چند دسته شدن حزب جمعیت اسلامی افغانستان در تکت های انتخاباتی را آقای نور چنین پاسخ می دهد. وی در گوش زد به صلاح الدین ربانی رهبر حزب جمعیت اسلامی می گوید آقای ربانی را بیشتر از دوره کاریش تحمل کردند. آقای نور می گوید که صلاح الدین ربانی رهبری جمعیت را پس از جان باختن پدرش به عهده دارد و در دو دور انتخابات قبلی از دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایه حکومت وحدت ملی حمایت کرده است. این بار هم آقای ربانی حمایت جمعیت اسلامی را در انتخابات پیشی رو از آقای عبدالله اعلام کرده است. آقای نور اظهار می دارد جمعیت اسلامی به ریفرم نیاز دارد. ما صلاح الدین خان را پس از شهادت استاد برای دو ماه سرپرست تعیین کردیم، اما ادامه کار را تحمل کرده ایم. عطا محمد نور از چهره های مدرد در دسته انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری عنیف ادمر مشاور پیشین شورای امنیت ملی است. وای از جمله منتقدین حکومت افغانستان است که گاه گاه حتی متهم به توسل به زور در برابر بعضی از تصامیم حکومت شده است. تشکر از توجهتان. ایام به کامتان.